اینجا گوشه ای از شهر کابل است، با کوچه های خامه اما مردمان توانا و زحمتکش. در این منطقه دختر زندگی می کرد که می خواست به درسهایش ادامه بدهد. اما جنگ و فقر مانع او شد و بعد او با فامیلش مجبور به مهاجرت شدند. زمانی که در پاکستان مهاجر شدیم، در اونجا زیاد شرایط زندگی زیاد سخت بود، دشوار بود، نمیتونستیم ادامه تحصیل بدیم، درسای ما را بخوانیم. به او خاطر ما رفتم در خیاطی شاگرد شدم. خانم شکیلا بعد از چند دهه مهاجرت به کابل برمیگردد تا به زندگی خود دوباره رونق بدهد. زمانی که ما از پاکستان پس برگشتیم طرف کابل، به خاطر از اینکه گفتیم بریم در افغانستان، پس وطن خود ما سکاری های خودنا شروع بکنیم. اینجا که اومدیم زیاد مشکلات اقتصادی داشتیم و من نمیتونستم شوهرمم یک روز برش کار پیدا میشد. بسیار مددار بیکار بود و بعد از یک روز کار برش پیدا میشد، یک روز نمیشد و بسیار مشکلات میتونستیم کم و کرای خانه و خرچ و مصارف پورا بکنیم. خانم شکیلا در کنار امور منزل، در فکر شروع کار در بیرون از خانه نیز می باشد و به دنبال دریافت سرمایه آن می شود. اما در آن شرایط کسی به او کمک نمی کند. روز خبر می رسد که در منطقه شان مؤسسه خدماتی مالی فینکا آمده است و خانم شکیلا در اولین فرصت خود را به یکی از این نمایندگی ها می رساند تا قرضه بگیرد. بعد از اینکه مصارف های ما بسیار مشکلات تمام شد و من در فکر یه بودم که باید چی کار باید بکنم، یک کار را باید انجام بدم، چون من خیاطی را وجودی که خیاطی را یاد داشتم به این فکر شدم که باید یک پای ماشین دقل باید داشته باشم. و بعد از مدتی که من خبر شدم در منطقه ما دفتر فنکا است و بسیار خوشحال شدم و بی اندازه خوشحال شدم. رفتم دفتر فنکا و مقدار قرضه گرفتم و مرتوانستم که یک پای ماشین و یک چند متر تکک بگیرم و در خانه کار خود شروع کنم. حالا چند سال می گذرد که شکیلا از دفتر فینکا قرضه می گیرد. کارهایش روز به روز رونق می یابد. او حالا صاحب دکان و چندین پای ماشین خیاطی نیز می باشد. او همچنان از طریق همین کارش حالا در کابل خانه شخصی دارد و اولادهای خود را به مکتب خصوصی نیز می فرستد تا آینده بهتر داشته باشند. بعد از چند دوری که من از دفتر فنکا قرضه می گیرم و در زندگیم بسیار تغییرات آمده و کارمندای دفتر فنکا امروی ما بسیار خوب رفتار کردن، تشویق اونا بودن که من اولین بار قرضه خود گرفتم که حال چندین بار شده که من میگیرم و من تونستم که حداقل یک دکان بگیرم. دو دکان چهار نفر از خانم‌ها، دختر خانم‌ها رو شاگرد گرفتیم و در اونجا کار میکنه. با وجودی که من بر اونا کمک میکنم، خیاطی ریاد میتم، یک مقدار معاش هم بر اونا میتم که بتونن حداقل کمک بر فامیل خودم شوه که حداقل در آینده بتونه که اینا اگر پلانی ایره دارن که اینا خیاطی باز کنن و از دفتر فنکا بتونن قرضه بگیرن و کارشون هم قسم ادامه بده، به زندگیش بسیار پیشرفت های خوبی میه. و حالا هر وقت که ما پول لازمم شوه میرم از دفتر فنکا، در ظرف چند دقیقه بر ما قرضه میده. وظیفه ما ایست که افراد اشخاصی که واجد شرایط باشه و به دفتر ما مراجعه کنه، برای ارائه خدمات ما نه نگوییم و با تمام مشتریان ما برخورد مسلکی و انسانی داریم تا باعث رنجش و خرد شدن روحیشان نگرده. شکیلا جان یکی از بهترین مشتریای ماست که بعد از اخذ قرضه توانست از وضعیت اقتصادی زندگیشان بهبود ببخشه و هم تحویلیشان به وقت معین پرداخت کنه. اگر اینا به پول نیازمند باشه، میتوانه در اسرع وقت در حدود نیم ساعت دوباره برایشان قرضه بدیم.